سلام، شب شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای میساقی، منم خدمت شما سلام عرض میکنم. همینطور بینندگان عزیز، واقعا شرایطم طوریه که اصلا نمیتونم صحبت کنم. و چرا، چی شده؟ ببینید، روزی که به باشگاه گفتم بیانیه رو بدین، برای این روز بود. گفتم که شما بیانیه باشگاه ما بدین. بعد از بازی که شما آقای نوازی گفتن که یا آقای سدمتی ایدری، الان حکم که اومده یه دو ساعت پیش اومده، این حق من نبود. آقای، محرومیت جدیتونو میفهمید؟ بدتر از این اینه که به هر کس از بچه های باشگاه زنگ میزنم، از مالک، مدیر عامل، مدیر اجرایی، مدیر رسانه‌ای، یه نفر جواب نمیده. گناه من این بوده که تیم 9 امتیازی اومده امسال قهرمان شده. این رسم معرفت، کسی که داره با شما صحبت میکنه مظلوم ترین و تنها ترین آدم این فوتبال. با همه جنگ دیدم، این رسمش. کسای دیگه رخکن نمیرن نیمه، فقط من رفتم. یه هم باشگاه دادن که یعنی خودتون دفاع کنید. چی به من گفته که من برم از خودم دفاع کنم؟ من که خودم گفتم بیانیه بدیم بعد باشگاه، بچه هم شاهد زنده. این حق تیمی که بعد از 64 سال قهرمان شده، این رسمش مهدوات فوتبال، این رسم معرفت و مردانگی. نمیتونم از صحبت کنم، ولی نمیدونم به کی پناه ببرم، به کی بگم، به کی کدوم مسئول بگم. قهرمان شدیم تراکتور، اون اتفاق برام افتاد. پارسال تیم 9 امتیازی بود، اومدیم اگر بخوای جدولی حساب کنی با سپاهان دوم شدیم. از روزی که من اومدم، مرد مردونه وایستادن. آقای حدادیان، این رسم رفاقت نبود. جواب موبایلت روشن بود، جواب منو ندادی. مربی که با اصلا همه کار کرده بود، گفتم روزی که بعد از بازی آلومینیو، گفتم آقا بیانیه بدیم به سرمربیتون، 90 دقیقه فحاشی کردن. بعد آقا شماره زن منو، اسم زن منو دادن به تماشاگرای عراق. اینه گناه من، این بود. نساجی رو با بچه هام کازم، و بچه هام حق من این بود. ای بابا، من هم پنج جلسه محرومیت، من کجا برم پیش کی شکایت کنم؟ درزم رو پیش کی بگم؟ میگن اومدی رخشم، مربیه دیگه نمیان رخشم من آقا.